دوست داشتم که برن، یعنی اصلا مخالفه این نبودم که بره، چون با علایقش آشنا بودم. تمام لحظات چشمم به گوشی که الان زنگ میزنه، الان زنگ میزنه، و این دلخوری که چرا امروز زنگ نزنه. همیشه حمید جان میگفتش که کسی که میره برای دفاع از حرم حضرت زینب باید مثل حضرت عباس شهید بشه. تابوت رو که میبردم من میگفتم ازش جلوتر نزنم، ازش عقبم نمونم، باهاش باید راه بیام، با هم دیگه راه بیام، آخرین بار این خیابونو با هم بریم. همیشه حمید جان میگفتن که برای من پاییز بهترین اتفاقا میفته. پاییز عقد کردیم، پاییز ازدواج کردیم، پاییز رفتم کربلا، الحمدلله پاییز هم به شهادت رسید. آ رہی ہے یہ شہیدوں کی صدا، خوف نہ کھا، جان جاتی ہے چلی جائے، عقیدے کو بچا، آ رہی ہے یہ شہیدوں کی صدا، خوف نہ کھا، جان جاتی ہے چلی جائے، عقیدے کو بچا، قصر فرعون فرزانه سیاهکاری مرادی هستم، همسر شهید سیاهکاری مرادی، دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی. ترم چندمید؟ ترم هفتم هستم، رشته طب کار. متولد چه سالی هستید؟ من متولد سال 72 هستم از غزنی. حمید من متولد سال 68 بودن، اردیبهشت ماه. ایشون لیسانس حسابداری داشتن، کاردانی نرم افزار، و اینکه نمره الف دانشگاه بودن. 7 تا بچه هستن که ایشون پنجمین بچه هستن. ایشون پسرم میمن هستن. چطور شد ازدواجتون؟ یعنی همون نسبت فامیلیه باعث ازدواجتون شد یا؟ خب چون ما هر دو خانواده‌های متدین و متشرعی داریم، نوع روابطمون با نامحرم یه مقدار مثلا تعریف شده هستش، اینطور که خانم‌ها با هم صحبت میکنن یا آقایون با هم صحبت میکنن. اون چیزی که شناختی که من از حمید آقا داشتم این بودش که خب یه حمید آقایی هست، پسرم همه، و شغلشون رو میدونستم، و مثلا اینکه بله متدین هستن. ایشون هم همین میزان، حالا یه مقدار بیشتر، چون آقایون برای انتخاب همسر خب یه مقدار توجهشون بیشتر. بعد که حالا ایشون معیارهایی رو که مد نظرشون بودن توی من دیده بودن، پنجم شهریور سال 91 تشریف آوردن برای خواستگاری. چند سالت بود اون موقع؟ اون موقع من 19 سالم بود که دیگه ما با هم صحبت کردیم یک ساعت و نیم. اولین سوال ایشون هم بودش که معیار شما برای ازدواج چیه؟ که من گفتم که معیار من متشرع بودن فرد و متدین بودنشه، اینکه حتما مقید باشه به پرداخت خمس و زکات مالش. که ایشون گفتن که خب خیلی عالیه. راجع به مادیات اصلا صحبت نکردم، حتی حقوقشون رو نپرسیدم، که خودشون حقوقشون رو گفتن. بعد ایشون به من گفتن که خب من خیلی کربلا رو دوست دارم، شما رو به یه اسمی سیف کردم تو گوشی که همیشه منو به اون یاد بندازه. بعد من خوب از ایشون نپرسیدم که حالا چی ذخیره کردید اسم من رو داخل گوشی. بعدها ایشون دیدم که اسم من رو سیف کردن کربلای من. بعد حالا اگر یه وقت صحبتی میکردیم مثلا میپرسیدم کجا میخواییم بریم یا چی کار میخواییم بکنیم، همیشه میگفتن که کربلا. کجا کربلا؟ چی کربلا؟ مثلا خیلی کربلا دوست داشتن. درود تم پہ
سعید ناصران.